آره یه سوالی دارم، این سوالی میخواستم بپرسم که یه سری از این طلبه هایی که 3-4 تا از طلبه هایی که من باشون صحبت کردم و وقتی منشور بهار رو خونده بودن و میدونستم که نقدی رو مطرح کردن و منتشر کرده بودن، معتقدن که یک قرابت هایی بین منشور نهضت به سوی بهار با منشور فرقه من یسر اللهی ها وجود داره. من یسر الله چیه؟ فرقه محمد علی باب و بهار. کجاهاش؟ تو بحث ظهور انسان کامل که شما مطرح کردید و به ویژه داشتم میگشتم پیدا نکردم اون جایی که فرمودین مرز و عقیده، مرز مشترک مرز بندی نشده، که اگر پیداش بکنم یه جایی من نوشتمش، میگن فرقه شیخیه و محمد علی باب و کسانی که حالا اون فرقه رو راه انداختن هم قائل به اینن که پنبه نیابت عام رو میزنن و همین بحثا رو تقریبا مطرح میکنن، یه بحث جهان شمولی رو مطرح میکنن اما آخر سر عقیده خودشونو میگن. شما فقط همین هم بگید که نه هیچ سنخیتی نداره برای ما کفایت میکنه. میخوام بگم این تلقی ایجاد شده. اولا نشده، اصلا اینطوری نیست. والا خیلی حرفا تلویزیون ما میزنه، تلویزیون آمریکا میزنه. یعنی ما آمریکایی شدی؟ تلویزیون آمریکایی شده. این چه حرفی؟ بعدم نمیگن کجاش، هم تو کلی میگن استنتاج شده است. اصلا امام زمان نسبتش با آدما متفاوته. چی میگه متفاوته؟ نیابت عام یعنی امام زمان رو محدود میکنه. قاطی کردی ما. طرف اومده میگه که نه، خدا هم از طریق مراجع کارشو انجام میده. گفتیم تو که خیلی پرتی. تو خدا رو معتبر خدا در تعریف میکنی. تو از طریق مراجع کارتو انجام میدی. بسیار خوب. خدا محدود به مراجع، حتی خدا محدود مثلا به نواب عامه. امام زمان چه خیال میکنی؟ خدای متعال خودش مقرر کرده است امام زمان را، ولی باز خدا محدود به امام زمان نیست. خدا با تک تک انسان ها میتونه ارتباط برقرار کنه. این چه حرفی ما میزنه؟ یعنی ما داریم از اونورش غلطه. یعنی خدا رو محدود میکنیم، امام زمان رو محدود میکنیم. یکی از آقایون اومده بود به ما میگفت هر انسانی بخواد با امام زمان ارتباط برقرار کنه از طریق مراجع. گفتم این حرف مبناش کجاست؟ یعنی امام زمان نمیتونه بره با رجب علی خیاط و با اون قفساز و با اون پیر پالاندوز و یا تو بیابون بره به این نفر نجات بده یا به این نفر هدایت کنه؟ امام زمان نمیتونه؟ چرا شما که امام زمان محدوده؟ غلطه. شما حق نداری امام زمان رو محدود کنی. قطعا امام زمان، خب ما روایات مختلفی هم داریم که امام زمان اما نباید... تشریعیه. آقا امام زمان رو شما نمیتونی محدود کنی. بله یه موقع شما احکام، بالاخره هر کس مقلدی یه مرجع تقلیدیه دیگه، میره احکامشو میگیره، ولی زندگی احکامه یا اندیشه است یا تفکره. انسان اندیشه است یا احکامه. امام زمان توصیه کردن برای اینکه رهنمود و اون چارچوب های زندگی رو از فقها، چارچوب زندگی احکام منظورتونه؟ نه نه گفته روات احادیث. روات احادیث این آقا روات احادیث اصول دین مگه تقلیدی آقا جان؟ یعنی امام زمان گفته اصول دینتون رو تقلید کنی؟ اصول دین تقلیدیه؟ نه اصول دین که تقلیدیه. خب بچه شد اصول مهمتره یا فروع؟ قطعا اصول دین. خب پس چی میگیم که فروع مراجع هستن، مخلصشون هم هستن. اصول دینو بازم مراجع باید بگن یا خودت باید بیاندیشی؟ خودت باید استدلالا پیش خدا جواب بدی. ازت میپرسه میگه خدا بگو ببینم خدا چیه. من دارم حرف خودمو که میخوان وصله بچسبونن دفاع میکنم. میگم آقا اصول دین حوزه اندیشه رو شما استدلالی باید قبول کنی. اصل دین اینه. اصل دین معرفت اللهه. اگه به خدا معرفت داشتی احکامت معنا پیدا میکنه، ولی اگه معرفت به خدا نداری احکام به چه دردت میخوره؟ و معرفت الله رو باید استدلالا بپذیری نه تقلیدی. هر انسانی باید با عقل و استدلال بپذیری. تک تک حوزه اندیشه ها و اصلا آدم ها تا نفهمن رشدی اتفاق نمیفته. کجای کاریم را رو گم کردیم؟ اصلا رفتیم توی بیراهی وسط بیابون 500 کیلومتر. هر کس جای خودش محترم، مراجع جای خودش محترم، اون احکام خاصی بریم بپرس. آی دکتر، نهضت به سوی بهار به دنبال کسب قدرت هست یا نه؟ کسب قدرت یعنی چی؟ کسب قدرت یعنی این که فراگیر بشه. اصلا فراگیری که نه، کسب قدرت نیست.
اگه مردم همه اومدن این نشانه پذیرفتن، مقبولیت اجتماعی پیدا کنه، همه بپذیرن. اصلا این عقاید هر کی پذیرفت تمام شد. خب این نهضت رهبری داره؟ رهبری یعنی چی؟ یعنی کسی هستش که هدایتش کنه، کسی که واجد شرایط بیشتری باشه. کسی توحید رو مشکل داره، ما اولین بحثمون با اون راجع به توحیده، دعوا نداریم ما، توحید به توحید. من تا به شما بگم انسان غیر موحد به معنای نظری نه عملی ها، غیر یعنی مشرک نظری تقریبا نداریم تو دنیا، شاید معدود معدوده، اما مشرک عملی فراوون. این در عمله، در نظر مشرکی وجود نداره. در نظر همه خدای واحد رو قبول دارن، یه عده در گذشته بودن چیزای دیگه، اونا الان دیگه نیستن. این پایه است. یعنی شما با یه میلیاردی مواجه نیستی، با معدودی مواجهی که نظری توحید قبول نداشته باشه. ولی نوع انسان ها توحید قبول دارن، خدای یگانه رو میپرستن، خدای تجلیاتش رو بحث میکنن، ولی خدای یگانه رو همه قبول دارن. عنایت بکنی. بنابراین تو اینجا ما خیلی مشکل نداریم در بحث توحید که محوره، زیاد مشکل نداریم. اتفاقا تو بحث‌های بعدیشه که حالا عدالت چیز، آزادی چیز فلان، که هم که خود جنابالی هم بیشتر رو آزادی اینا سوال کرده. من سوال آخرم میخوام، یه سوال تموم شده، من منتظرم.